چهارشنبه به عنوان 46th رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا در مقابل کنگره ساعت 11:35 صبح به وقت واشنگتن دی سی سوگند یاد کردند. مراسم تحلیف با جمعیت بسیار کم و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. همینطور که می‌دونیم دونالد ترامپ در مراسم شرکت نکردند و ایشون اولین رئیس جمهوری است که در 150 سال اخیر سنت تحلیف رو شکسته و ساعت قبل از آغاز مراسم با ترک کاخ سفید به همراه ملانیا ترامپ از شرکت در این مراسم خودداری اعلام کردند. مراسم تحلیف با تدابیر شدید امنیتی و حضور افراد به مانند میشل و باراک اوباما، هیلری و بیل کلینتون، لورا و جورج بوش و بسیار افراد دیگر آغاز شد. پس از اجرای مراسم رسمی و مذهبی در اجرای سرود ملی آمریکا توسط خانم لیدی گاگا برنامه آغاز شد و پس از اجرای سرود سرزمین من توسط خانم جنیفر لوپز، جو بایدن نیز به عنوان 46th رئیس جمهور آمریکا توسط آقای جون روبرت سوگند یاد کردند. رئیس جمهور جدید در ساعت 12:13 پس از 21 دقیقه سخنرانی مراسم تحلیف خود را به پایان رساند. او از مردم آمریکا برای تحمل چالش‌ها و انتخاب دوباره دموکراسی تمجید کرد و از برقراری عدالت نژادی، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و همچنین با غلبه بر کووید 19 اعلام کرد. It feels great. It feels good.